سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوبه خوب باشه. دوستان، یکی از سوالاتی که خیلی از من پرسیده میشه و سوال بسیار مهمی هست اینه که ما وقتی که میخوایم وارد بازار بورس بشیم با کدوم بروکر حساب باز بکنیم؟ این اولین قدم ما برای وارد شدن به بازار بورس هست. ببینید چندین مورد رو باید در واقع بهش توجه بکنیم. اولین مورد که از همه مهمتر هست اینه که بروکر شما باید مورد تایید و مورد اطمینان باشه. ما انگلیسی اصطلاحا بهش میگیم رگولیتد باشه، یعنی اینکه مثلا یک نهاد ناظری بر این بروکر نظارت بکنه. در ایران سازمان بورس هست که به شرکت‌های کارگزاری نظارت می‌کنه و شما خیالتون راحته که اون شرکت کارگزاری دست نمی‌بره تو حساب شما و اکانت شما رو بالا پایین نمی‌کنه، رقم ها رو تغییر نمیده و از اینجور حرفا. دقیقاً تو بورس جهانی هم همین وضع هست، یعنی شما با یه شرکتی حساب باز بکنید که یک نهاد ناظر مهمی بر اون نظارت بکنه، که مهمترین نهاد ناظر در بازارهای دنیا FCA هست، حداقل در اروپا FCA هستش که بر بروکرهای اروپایی و انگلیسی نظارت میکنه. عرض شود خدمتتون که شما وقتی که میخواید حسابی باز بکنید حتما چک بکنید که اون بروکر با FCA regulated باشه، اصطلاحا یعنی که مورد تایید FCA باشه. اینطوری دیگه خیالتون راحته که قیمتایی که دارید میبینید قیمتا دستکاری نشدن، الکی تغییر نمیکنن، پولتون امنه و از این جور صحبت. این مورد یک. مورد دو این که کارگزاری یا بروکر هم مثل هر بیزنس دیگه از شما یه کمیشنی میگیره، یه کمیسیونی میگیره بابت خدماتی که داره به شما ارائه میده. این مهمه که این کمیسیون چقدر باشه و این کمیسیون یک عدد ثابتی نیست بین بروکرهای مختلف. پس بروکر رو انتخاب بکنید که یه کمیسیون منطقی از شما بگیره. بعضی از بروکرها که اصلا خیلی ناشناخته هستن و مورد تایید نیستن شاید بیان پیشنهاد وسوسه انگیزی بدن، خیلی کمیسیون پایینی بگیرن، ولی خب پول شما واقعا اونجا در جای امنی نیست و امکان داره که اون بروکر اصلا کلا بعد عذاب در بیاد. یه سری بروکرها که خیلی معروفن در تمام دنیا کار میکنن، دفاتر زیادی دارن، شعبات زیادی دارن، خب اینا هزینه هاشون بالاست، مجبورن کمیشن بیشتری هم از شما بگیرن. شما با یه بروکری که این کمیشنش این وسط باشه، نه خیلی پایین باشه نه خیلی بالا باشه، کار بکنید که در واقع از این بابت هم خیالتون راحت باشه، هزینه بیخود و اضافه‌ای پرداخت نکنید. این مورد دوم. مورد سوم این که بروکر به شما یه اعتباری میده. شما با این اعتبار که اصطلاحا ما بهش میگیم لورج کار میکنید. شما مثلا 2000 دلار گذاشتید ولی 100000 دلار بهتون اعتبار دادن. بابت این 100000 دلار اون زمانی که معامله میکنید یه شارژ شبونه‌ای پرداخت میکنید، یه بهره ای بعد پرداخت کنید. فقط اون شبایی که دارید معامله میکنید. حالا اگر انتخاب بروکر میخواد انجام بدید، بروکر انتخاب بکنید که شارژ شبونه اش پایین باشه، بهره کمی بگیره یا اصلا نگیره. یه سری بروکرها هستن که اصلا این شارژ رو دریافت نمیکنن. این مورد سوم. مورد چهارم، بروکر شما چجوری باهاش در ارتباط خواهید بود؟ از طریق یک نرم افزار که ما بهش میگیم پلتفرم معاملاتی. سعی بکنید بروکر رو انتخاب بکنید که مثلا متا تریدر داشته باشه. چرا؟ چون متا تریدر مهمترین و در واقع معروف ترین پلتفرمی هستش که شما باهاش میتونی کار بکنی. اگر یه موقعی در آینده خواستی بروکر تو عوض بکنی، از این بروکر به اون بروکر بری، پلتفرم همون پلتفرمه، باهاش آشنا هستی، میدونی چجوری باهاش کار بکنی. بعد یه سری ابزارها میشه روی متا تریدر نصب کرد. بنابراین بروکرایی که میان پلتفرم‌های عجیب و غریب واسه خودشون میسازن آفر میدن خیلی به درد نمیخوره، چون یک نمیشه بهشون چیز اضافه کرد دیگه، پلتفرم اونا خودشون ساختن دیگه، مثل متا تریدر نیست که شما یه ابزاری بخوای بهش اد بکنی اضافه کنی. و دو اینکه اگه یه موقع خواستی پلتفرم بروکر تو عوض کنی، باید بری وقت بذاری از اول یه پلتفرم جدید یاد بگیری. پس بروکر انتخاب بکنید که حتما متا تریدر رو ساپورت بکنه. این چهار. و مورد پنجم به نظر من خدمات مشتریان یا اصطلاحاً همون کاستمر سرویس اون بروکره. یه بروکری باشه که شما هر موقع کارش داشتی چت آنلاین داشته باشه، سریع شما رو ساپورت کنه، اگه تلفن زدی سریع جواب بده. این مسائل مهمه چون شما داری با رقم‌های سنگینی تو بازار جهانی کار می‌کنی و خب یه موقعی می‌خوای سریع زنگ بزنی یه سوالی از بروکرت بپرسی، یه چیزی رو مطمئن نیستی، مهمه که اون بروکر چقدر سریع به شما جواب میده. اگه بروکری که 24 ساعت تا 48 ساعت طول می‌کشه تا بخواد جواب شما رو بده، این بروکر بروکر خوبی نیست. خیلی از من میپرسید که خب استاد چه بروکری رو معرفی میکنی؟ عرض کنم که من خودم پیشنهادم ICM هست. ما رو وبسایتمون یه صفحه داریم، لیست تمام بروکرهای خوب رو اونجا نوشتیم. شما میتونید برید توی سایت ما تو صفحه بروکر و اسم بروکرهای مختلف رو ببینید. اونا رو تفکیک کردیم برای کسایی که داخل ایران زندگی میکنن و برای کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن. اما از بین همه اونها پیشنهاد خود من شخصا ICM هست. من خودم با این شرکت اکانت لایو دارم ترید میکنم. چند تا دلیلم داره. دلیل یکی اینه که بروکر رگوله شده، هم توی انگلستان با FCA که گفتم مهمترینه رگوله شده، هم جاهای دیگه تحت نظر هست. دو اینکه شارژی که از شما میگیره، کمیسیونی که از شما میگیره مبلغ منطقی هست، نه خیلی زیاده نه خیلی کمه. سه، شارژ شبانه که گفتم یه بهره‌ای باید پرداخت بکنید، این بهره رو در هر شب از شما نمیگیره، این خیلی خیلی مهمه. اگه شما یه معامله داشته باشید سه شب باز بمونه، خیالت راحته که پول اضافه داری پرداخت نمی‌کنی. چهارم، پلتفرم متا تریدر رو ساپورت میکنه، پلتفرم‌های دیگر هم حتی ساپورت میکنه، بنابراین بابت این قضیه هم نگرانی نداریم ما. و پنجمی که کاستمر سرویس خیلی خیلی خوبی داره.
و من هر موقع که نیازی بهشون داشتم، کاری باهاشون داشتم، یه تلفن زدم و همون لحظه در واقع رسیدگی کردن و من واسه همین باهاشون راحت هستم. چند سال پیش من با بروکر دیگه بنام آی جی کار میکردم، اما به خاطر همین قضیه کاستومر سرویس یه مقدار نچندان مناسب و یکی دو تا تغییراتی که آی جی تو پلتفرم جدیدش داد، من تصمیم گرفتم که بگردم دنبال یه بروکر دیگه. الان یک ساله که آی سی ام رو پیدا کردم و از کار کردن باهاش راضی ام. این پیشنهاد من برای شماست، ولی شما میتونید با هر بروکر دیگه که دلتون میخواد حساب باز بکنید. ما بروکرای خوب رو که خیالمون ازشون راحته که در واقع رگوله شدن رو سایتمون نوشتیم. سعی نکنید بروکرای میگم ناشناخته کشف بکنید باهاشون حساب باز کنید، چون وقتی یه بروکری ناشناخته هست و هیچ کی بهش نظارتی نمیکنه، معلوم نیست که واقعا عددی که به شما نشون میده عدد درستی باشه، اصلا پول شما پیش اینها امن هست یا امن نیست و بقیه داستانا. بنابراین از بروکر مطمئن استفاده بکنید، ایشالله که بتونید در واقع معاملات پرسودی داشته باشید. سود دروردن در این بازار کار سختی نیست، ولی خب قدم یک اینه که شما خیالتون راحت باشه پولتون رو جای مطمئن نگذاشتید. اگر سوالی نکته چیزی دارید حتما با ما در تماس باشید، همکاران من هستن در خدمتون، راهنماییتون میکنن و ایشالله که همیشه موفق و ثروتمند باشید.